حدود یک هفته پس از کشتار بی‌سابقه در پاریس، مسئولان فرانسه نگران تکرار وقایع مشابه در این کشور هستند. مانوئل والز، نخست وزیر فرانسه، هشدار داده است که خطر حملات شیمیایی و بیولوژیکی از سوی داعش را نباید نادیده گرفت. فرانسوا اولاند حملات پاریس را اعلان جنگ داعش خوانده بود. نخست وزیر فرانسه در مصاحبه تلویزیونی گفت که کشورش در جنگی طولانی با داعش قرار گرفته. گفت این سازمان تروریستی که در حال حاضر در عراق فعال است تحت بمباران‌های ما قرار دارد و ما باید به این بمباران‌ها ادامه بدهیم. این خواسته فرانسه و رئیس جمهوری این کشور است. این جنگ تا ریشه کن کردن داعش در عراق و سوریه ادامه خواهد داشت. آمریکا در چند روز اخیر بارها بر حمایت خود از اقدامات فرانسه در جنگ با داعش تأکید کرده است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، میگوید ما داعش را شکست خواهیم داد. همیشه گفتیم که این امر زمان میبرد. جنگمان را علیه القاعده 14 سال پیش آغاز کردیم و چند سالی طول کشید تا توانستیم اسامه بن لادن را از بین ببریم و رهبری این سازمان را نابود کنیم. امیدوارم که نابود کردن داعش سریعتر رخ بدهد. بلافاصله پس از حملات پاریس، فرانسه حملات هوایی خود علیه داعش را شدیدتر کرد. جنگنده های فرانسه در چند روز اخیر بارها اهداف داعش را در شهر رقه که داعش آن را مرکز خلافت اسلامی خود معرفی کرده بمباران کرده. روسیه گفته است که بمب افکن هایش تأسیسات نفتی متعلق به داعش را در سوریه بمباران کردند. وزیر امور خارجه روسیه خواستار اتحاد کشورهای علیه داعش شد.